چشم من نمی کنم تو را بنیاد، چون شیرم می خورم بی امان در میدان در کمین ظالمان. سلام، دوست دارم از اینجا در جمع متحسنین همراه همه دوستانم و همرزمانم به تمام دانشجوهای ایرانی آزادی خواه درود بفرستم و پیشاپیش روز دانشجو رو به همشون تبریک بگم. روز دانشجو برای دانشجوهای ایرانی تداعی کننده خاطره‌های زیادیه. از خاطره پرکشیدن اون سه دانشجوی دلیر در 16 آذر سال 32 بگیر تا 16 آذر 88 و طوفان قیام. خاطره ولایتش خاطره شما رو نمیدونم، ولی من هر وقت اسم 16 آذر رو میشنوم واژه هایی مثل قیام، اعتراض، برخواستن، تن ندادن و ذلت ناپذیری تو ذهن و ضمیرم جون میگیره. اصلا دانشجو یعنی همین، یعنی زنده کردن همین واژه ها در روزگار نشستن و خاموشی. دانشجو یعنی همون چشم بیداری که فروغ و آزادی خواهی توش میدرخشه، یعنی دستی که برای گرفتن حق یک خلق مشت میشه، یعنی پایی که زانو زده نیست استواره، یعنی قلبی که برای آزادی میتپه. 16 آذر امسال میتونه یک 16 آذر راهگشا باشه، میتونه یک سکوی بلند برای خیز برداشتن جنبش دانشجویی باشه، به شرطی که بخوایم و قیمت بدیم. یک کارگر ساختمانی 17 ساله به نام عرفان ممیزاده از روی داربست ساختمان ابوریحان سقوط کرد و در دم جان سپرد. ساختمان ابوریحان کجاست؟ این ساختمان همون ساختمان دانشکده مهندسی برق و مکانیک دانشگاه پلی‌تکنیکه. پس تا اینجای کار با صحنه دردناک مرگ یک نوجوان 17 ساله اون هم در محوطه یک دانشگاه مواجهیم. دانشجوها میتونستن سری به افسوس تکون بدن و از کنار این واقعه بگذرن. میتونستن جمع بشن و حد اکثر وظیفه خودشون رو در انتقال پیکر اون جوان کارگر خلاصه کنن. اما بچه‌های پلی‌تکنیک به جای همه این واکنش‌ها تجمع اعتراضی برپا کردن. این یعنی احساس مسئولیت. این یعنی وظیفه شناسی قشر آگاه جامعه
در برابر محیط پیرامون. این یعنی حس کردن درد و واکنش نشون دادن در قبال اون. بچه های پلی‌تکنیک نشون دادن که دانشجو نه تنها نسبت به وقایع جامعه بی تفاوت نیست، بلکه راه درست واکنش در مقابل این دردها رو هم میدونه. پلی‌تکنیکی ها نشون دادن که دانشجو با سلاح عصیان و اعتراض در برابر دیکتاتوری می ایسته و اهل سکوت و تن دادن نیست. علاوه بر همه اینها، اونچه که در حرکت اعتراضی دانشجویان پلی‌تکنیک چشمگیره، وقت شناسی و شکار لحظه هاست. تجمع دانشجویان پلی‌تکنیک یکی از مصداق‌های اعتراض در هر زمان و هر مکان و هر فرصته. این الگو در بین دانشجویان ایرانی به سرعت در حال تکثیره. دانشجوها از تجربیات همدیگه استفاده و کارهای مثبت همدیگر رو تکرار میکنن. به عنوان نمونه، اعتصاب قضای 3000 زندانی در زندان قزلحصار در اعتراض به اعدام همزنجیرانشون در حال حاضر به یکی از سوژه‌های داغ و بحث برانگیز محیط‌های دانشجویی تبدیل شده و دانشجوها اطلاع رسانی حول یک چنین حرکت گسترده‌ای رو وظیفه خودشون میدونن. این فضا در آستانه 16 آذر خیلی معنی داره. اینطوریه که شعله‌های آذر راه باز می‌کنند و چرخ‌های قیام به حرکت در میان. وقتی دانشجو به وظیفه حساس خودش اشراف پیدا کنه و قیمت انجام این وظیفه رو بپردازه، اون وقت زنجیرهای ناتوانی حلقه به حلقه و لا به لا فرو می‌ریزن و راه فتح قله‌های پیروزی هموار میشه.